میشل فرلیش نماینده پارلمان بلژیک به تیتر اول گفت دلیل تلاش آمریکا برای انتقال اسدی به این کشور حضور یک شهروند آمریکایی در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق. روزنامه بلژیکی هتلاست امروز مقاله‌ای را منتشر کرده که در آن از قول یک مقام آمریکایی گفته که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی درخواست از دولت بلژیک است که اسدالله اسدی را به آمریکا مسترد کنند تا در آنجا محاکمه شود. آمریکا می‌تواند یک چنین درخواستی را بکند چون در محل گردهمایی مخالفان ایرانی در فرانسه که قرار بوده مورد حمله تروریستی قرار بگیره، بسیاری مقامات ارشد آمریکایی هم حضور داشتند و این به معنای این است که بین توطئه رژیم ایران برای این بمبگذاری با شهروندان آمریکایی به عنوان قربانیان آن یک ارتباط وجود دارد. اگر این درخواست انجام و مورد قبول قرار بگیرد و اسدالله اسدی به آمریکا مسترد شود، از استرداد او به ایران جلوگیری خواهد شد. اگرچه بسیاری دیگر از روزنامه‌های محلی در بلژیک خبر این روزنامه را بازنشر کرده‌اند، اما در طی صحبتی که من با برخی منابع رسمی در آمریکا داشتم این خبر هنوز تایید نشده، اما من باید تاکید کنم که این احتمال را نباید دست کم گرفت. همه دوستانی که مانند ما از این موضوع پشتیبانی می‌کنند باید هرچه در توان دارند از استرداد اسدی به ایران جلوگیری کنند و تنها راه متوقف کردن بازگرداندن شرم‌آور اسدی به ایران امروز به دستان آمریکا سپرده شده، چون آمریکا در اینجا یک حق قانونی و مشروع برای انجام این کار در اختیار دارد. اگر آمریکا درخواست استرداد اسدی را به پیش ببرد، این معامله شرم‌آور میان بلژیک و ایران متوقف خواهد شد. من همین حالا بدین منظور در حال تماس با دوستانمان در کنگره آمریکا و نامه‌نگاری به وزارت خارجه آن کشور هستم.